محمد رضا شاه پهلوی روز پنجم مرداد سال 59 در سن 61 سالگی در بیمارستان معادی قاهره بر اثر بیماری سرطان خون درگذشت. دو روز بعد پیکر اون در مسجد الرفاعی قاهره بعد از تشییع به خاک سپرده شد. آنکه بر جنازه شاه نماز خواند، سید طالب الرفاعی روحانی شیعه عراقی بود. الرفاعی زاده 1931 در روستای الرفاعی در جنوب شهر ناصریه عراق از تحصیل کردگان حوزه علمیه نجف اشرفه. اون هم اکنون در ایالات متحده زندگی میکنه. سلام دوستان، به کانال داستان‌های ایران خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگه هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اینکه از آخرین ویدیوهای ما قبل از همه اطلاع پیدا کنید، زنگوله کنارش رو بزنید. از سید الرفاعی خواستم که درباره جزئیات نماز خوندنش بر جنازه شاه توضیح بده. اینکه چگونه از اون خواسته شد که بر اون جنازه غیر عادی نماز بخونه. گفت وقتی شاه در قاهره فوت کرد، مهمان محمد انور سادات رئیس جمهور مصر بود. ماه رمضان بود. نیمه ماه، شاید 14 سال 1980. آن روز مرا به دیدار وزیر اوقاف مصر زکریا البری فرا خواندند که به من گفت با هواپیمای رئیس جمهور اومدم اینجا تا بگم فردا نماز میت رو شما میخونید. برای اینکه از مسئولیت فرار کنم پرسیدم این رو رئیس جمهور خواسته؟ گفت بله، اون منو سراغ شما فرستاده و وقتی جوابت رو بگیرم با هواپیمای اون برخواهم گشت. ببینید چه میکنید. گفتم آقای شیخ زکریا، چه لزومی داره طالب الرفاعی نماز رو بخونه؟ شیخ الازهر و مفتی مصر هم هستند و میتونن بخونن. چرا باید بین شیعه و سنی تفرقه بندازیم؟ رو به من کرد و به عادت مصری ها که ما رو شیخ میخونند گفت یا شیخ، من یک پیغام از رئیس جمهور آوردم و جوابش بله یا نه است. با من وارد بحث نشو. اینکه گفتی هیچ ربطی به پیغام من نداره. گفتم به آقای رئیس جمهور بگو سید طالب الرفاعی نماز رو میخونه، چون دیدم جایی برای رد کردن درخواست رئیس جمهور نیست. اون همچنین از من خواست که براشون توضیح بدم که در مذهب شیعیان چه چیزهایی برای دفن میت لازمه. به خانه رفتم و تا سحر بیدار ماندم. گفتم که ماه رمضان بود. سحریم رو خوردم و خواستم برای نماز صبح آماده بشم که دیدم ماشین‌ها جلوی خانم جمع شدن. خانومم صدا زد که آماده شو. اومدن. گروهی از کارمندان و افسران نظامی با لباس نظامیشون وارد خونه شدن. گفتم خوش اومدید. نماز رو بخونیم و بریم. گفتند نه، نماز رو جای دیگه ای میخونیم. آماده شو بریم. خلاصه بی آنکه خوابیده باشم مستقیم به بیمارستان معادی رفتیم. وضو داشتم. داشت آفتاب طلوع می کرد و نمازم رو در باغچه بیمارستان خواندم. بعد رفتم داخل و جنازه شاه رو گذاشتن روبرویم. از عکس ها می شناختمش. جنازه کاملا سالم بود و انگار خواب بود. بعد کلی پارچه آوردند. گفتم این همه لازم نیست و اندازه کفن رو براشون توضیح دادم و همونجا ناظر بودم تا درست و بر اساس موازین شرعی کفنش کنن. همه مراسم غسل و تکفین زیر نظر من انجام شد و اون رو در تابوت گذاشتند. اون وقت گفتم مأموریت من تمام شد. کار دیگه‌ای هم دارید؟ گفتند بله، سوار شو. با ماشین ما رو بردند به کاخ زین العابدین که کاخ رئیس جمهور بود و قبلتر ملک فاروق در اون سکونت داشت. آفتاب داشت میزد بالا و احساس کردم دستور دارند منو نگه دارند و سادات به خانواده شاه وعده داده که نماز بر اساس فقه شیعه بر شاه خوانده بشه. این درخواست خود خانواده اون بود و فرح همسر شاه تاکید داشت که نماز بر اساس مذهب شیعه خونده بشه. به شدت خوابم می اومد. شب رو نخوابیده بودم و صبح زود رفته بودیم بیمارستان. اونجا
شیخ الانصاری رو دیدم. اون از تحصیل کرده های الازهر بود، اما اون روز لباس شخصی تنش بود. از قبل با هم آشنا بودیم. پرسید اینجا چه میکنی؟ گفتم قصه از این قراره. محمد تیمور، پسر تیمور پاشا، یکی از نویسندگان و ادبای مهم مصر، اون رو همراهی میکرد و از مسئولان برگزاری مراسم بود. گفتم به محمد تیمور بگو که منو ببره به جایی که قرار نماز خونده بشه. از من خواسته شده که نماز بخونم، نه اینکه تشییع کنم. این رو برای اون گفتم که از زیر بار تشییع در برم. چون هم خسته بودم، هم نمیخواستم همه دوربین های شبکه هایی که مراسم رو مستقیم پخش میکردن روی عمامم زوم بشه. اون درخواستم رو پذیرفت و دستور داد یک جیپ نظامی آماده کردن و منو بردن به مسجد الرفاعی. مقبره سلطنتی اونجاست و قرار بود نماز میت اونجا خونده و همونجا دفن بشه. چند ساعتی گذشت و مدام خبرنگارا می اومدن و چیزهایی می پرسیدن و به هیچ کدومشون جواب نمی دادن. انگار لال شده باشم. ظهر بود که مارش تشییع نظامی رو شنیدن. جنازه رو آورده بودن و در رأس تشییع کنندگان شخص رئیس جمهور انور سادات بود. فوری از جاش بلند شدم. آمد و من رو بغل کرد. گفتم من روزم و خیلی خسته شدم. میشه 10 دقیقه استراحت کنم تا مراسم تشییع تموم بشه؟ صدا زد آقا رو ببرید داخل مسجد. فوری اومدن و دورم رو گرفتن و انگار روی دستشون بردن داخل مسجد. هیئت رسمی تشییع کنندگان وارد شبستان مسجد شد. انور سادات بود، نیکسون رئیس جمهور اسبق ایالات متحده بود، پادشاه سابق یونان بود. من یک گوشه به دیوار تکیه داده بودم و از جام بلند نشدم. تعداد زیادی از مسئولان ایرانی زمان شاه هم بودن. دیدم انور سادات از اطرافیانش پرسید نماز رو چه کسی میخونه؟ منو نشونش دادن. نگاهی به من انداخت و گفت آقا بفرمایید برای نماز. چند کلمه فارسی بلد بودم. رسمه که از خانواده متوفا برای نماز خوندن اجازه میگیرن. من از پسر بزرگترش اجازه گرفتم، اما انور سادات که کنار اون ایستاده بود به خود گرفت و با چند کلمه فارسی که بلد بود گفت بفرمایید آقا. به پسر شاه تسلیت گفتم. گفتم پسر فلان و بهمان و از همون حرفهایی که در تسلیت معموله. ایستادم برای نماز. گفتم خداوندا، این که در برابر توست بنده تو و پسر بنده تو و پسر کنیز توست. او از ملک و سلطنت خیش بیرون شد و اکنون نیازمند و اسیر توست. اگر با او چنان کنی که شایسته اوست، وی شایسته آن است. وگر چنان کنی که شایسته توست، تو اهل بخشایش و مغفرتی. بعد وارد سرداب شدم تا بر روند دفن کردنش نظارت داشته باشم. دوربین به دست ها هم خواستن پایین بیان، اما انور سادات به من لطف کرد و گفت که به احترام میت ورود خبرنگاران به داخل سرداب قبر ممنوعه. اونجا به شاه طبق فقه شیعه تلقین خوندم. بسیاری از عمامه به سرهای سنی هم در مراسم نماز حضور داشتن. کار دفن تموم شد و اومدم بیرون. برخی از ایرانی ها اومدند و با من سلام علیک کردند. هرچند احساس کردم بعضی هاشون از دعایی که در نماز خوندم خوششون نیومده و چپ چپ نگاهم می کردن. شنیدم یکیشون گفت این رو خمینی فرستاده. پسر بزرگتر شاه که در زمان سلطنت پدرش ولیعهد بود هم اومد و به من سلام کرد. بعد هم زاهدی، پسر ژنرال زاهدی که داماد شاه بود، اومد. بعد از اون خبر همه جا پخش شد و به خصوص واکنش شیعیان علیه من شدید بود. به ویژه اونهایی که هوادار انقلاب بودن مواضعی علیه من گرفتن. اما اعتنایی به اونها نکردم چون به وظیفه شرعیم عمل کرده بودم. منبع مطالب بیان شده سایت تاریخ ایرانی. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.